دستور امریکا بغنی و استفاده ابزاری از عبدالله. زلمای خلیلزاد که با عنوان میانجومیان عبدالله و غنی ظاهر شده و تا حالا از تیم ثبات و همگرایی به شکل ابزاری برای فشار آوردن بر غنی سود جسته و از این راه تلاش میکنه که تا دولت غنی را تحت فشار قرار داده و هدفهای آمریکایی را تحقق بخشد. وقتی غنی با آزادی زندانیان طالب موافقت نمیکرد، خلیلزاد بحران میان سپیدار و ارگ را تا جایی دامن زد که دو تحریف در یک روز برگزار شد و در نتیجه وقتی غنی با آزادی زندانیان طالب موافقت کرد، در مراسم تحریف ارگ اشتراک کرد. بعد از تحریف هم عبدالله و هم اشرف غنی در سخنرانی های خود به طور واضح گفتند که برای گفتگو حل بحران بامیان آمده هستند و میانجیگری های نماینده های یوناما با آمریکا تا حالا تنها این بحران را طولانی ساخته است. از این اقدامات به خوبی میتوان دریافت که هدف آمریکایی ها ایجاد دولت مرکزی نیست، بلکه میخواهد این کشمکش ها تا زمان آمدن طالبان دوام کنه که بتوانند بسادگی هر دو را کنار بگذارند و یک دولت موقت به وجود بیاورند. اگر پیش از مذاکرات با طالبان در کابل یک دولت همشمول به وجود بیاید و جایگاه قانونی داشته باشد، در آن صورت طالبان مجبور هستند با دولت مذاکره کنند و نتیجه هرچه باشد هیچ کشوری توانه تغییر نظام در کابل را نخواهد داشت. ولی اگر این دو بزرگوار همین گونه ناسازگار باقی بمانند، در آن صورت به سادگی آمریکا میتونه یک دولت موقت بیاره و بعدن همه چیز را موکول کنه به یک انتخابات نامعلوم که در آن معلوم نیست چه سرنوشتی برای مردم ما رقم می‌خورد. با همین دلیل وقتی خلیلزاد به کابل رسید، در اولین لحظه گفت آمریکا مایل هست زندانیان فوراً آزاد شوند. زلمای خلیلزاد فرستاده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان میگوید که آمریکا مایل هست تا بر بنیاد توافق صلح میان این کشور و طالبان زندانیان فوراً آزاد شوند. او در رشته توییت هایی که کرده گفته است که تاکنون هیچ زندانی آزاد نشده است، در حالی که حکومت افغانستان و طالبان برای این کار تعهد داده بودند. ایالات متحده مایل هست تا رهایی فوری زندانیان بر اساس توافقنامه ایالات متحده و طالبان صورت بگیرد. با وجود تعهدات هر دو طرف مبنی بر انجام این کار، تا امروز هیچ زندانی رها نشده است. او افزوده است کرونا ویروس رهایی زندانیان را فوریت بخشیده. وقت حائز اهمیت است. ما متعهد به اجرای نقش خود هستیم و بعد از مشورت با تمام جوانب زیر ربط، ایالات متحده این را می داند. اول، تیم‌های تکنیکی هر دو طرف می توانند با هم کار کنند و برای رهایی فوری زندانیان روی مراحل تکنیکی تمرکز کنند. من در نخستین ملاقات‌ها اشتراک خواهم کرد. دوم، با آنکه به ملاقات رو در رو ترجیح داده می شود، کرونا ویروس و محدودیت‌های سفری که از آن نشأت می گیرد، احتمالاً تماس‌های مجازی را در زمان حاضر ضروری می‌سازد. خلیلزاد تأکید می‌کند که طالبان در تعهداتشان در توافقنامه صلح با آمریکا متعهد هستند و زندانی‌های آنها به میدان‌های جنگ بر نمی‌گردند. نقض این کار پروسه صلح را ضعیف می‌کند. او از حکومت افغانستان و طالبان خواسته است که از اظهارات تحریک کننده در رسانه‌ها خودداری کنند. بر بنیاد توافق صلح که در دهم ماه حوت میان آمریکا و طالبان امضا شد، قرار هست تا 5000 زندانی طالب از زندان‌های حکومت افغانستان آزاد شوند و همینطور طالبان 1000 اسیر از نیروهای امنیتی را که در بند دارند رها کنند. قرار بود این روند تا 10 روز بعد از امضای توافق صلح انجام شود، اما تاکنون به دلیل ایجاد شرط از سوی رئیس جمهور غنی این کار انجام نشده است. اشرف غنی احمدزی هرچند فرمان رهایی تدریجی این زندانیان را صادر کرده، اما شرط گذاشته است که باید این زندانیان تعهد کنند که به میدان‌های نبرد برنمی‌گردند و همچنین خشونت‌ها کاهش پیدا می‌کند. اما طالبان پیش از این با رهایی تدریجی این زندانیان مخالفت کردند و گفتند که این زندانیان باید به گونه‌ای یکجا آزاد شوند.